سلام واقعا حالتون در به کانال میشن وی خوش توی این تو میدونم سراغ جورنال سه آبشار جاذبه و میخوام یه سری نکات مهم و جالب به چند جمله سایفه رو بهتون بگیم که باید هر طرفدار آبشار جاذبه از این اطلاع داشته باشه که نکات خیلی مهمی هستن اومر که از این ویدیو خوشتون بیاد لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه بدون تلی بزن بریم نکات و اطلاعاتی که میخوایم تو این ویدیو بگیم ارتباط مستقیم با خود انیمیشن آبشار جاذبه داره این اطلاعات و نکات کجا هستن تو نسخه فیزیکی ژورنال سه آبشار جازبه که واقعا فروش خیلی بالایی داشت و این عالم نکات و اطلاعات مهم تو جوران هست که تو انیمیشن اصلا گفته نشده اونایی که انیمیشن آبشار جاذبه دیدن اما نسخه فیزیکی جورنالس رو نخوندند نصف داستان اصلا نفهمیدن نصف داستان مخفی بوده یا اصلا گفته نشده اما تو جورنال 3 اون اطلاعات هست اون حرفا زده شده که فقط تو جورنال 3 و برای اینکه کل داستان آبشار جزب رو بفهمید باید جورنال 3 رو بخونید اما حالا میرم سراغ همین نکات که خیلی مهمم و اگه کس این جورنال خونده باشه شاید متوجه این نکات نشده باشه که الان میخوایم بگیم اول نکته که میخوام بهتون بگم در مورد جورنال هست که تو انیمیشنه اون جورنال که تو انیمیشن اصلا کامل نیست و دیپر داشته انگار نیست اون داستانی که اونجا نوشته شده رو میخونده حالا چرا؟ چون نویسنده جورنال ها یعنی استنفورد پاینز نمیخواست بعض اطلاعات رو افراد دیگه بفهمن ولی اونجا ثبت کرده بود برای خودش چون میخواست اطلاعاتش رو ثبت کنه اما بعضی صفحات کند بعضاشون آتیش زد چون اون صفحات خیلی مهم بودن و اطلاعات خیلی مهمی بود که استانفورد پاینز اصلا نمیخواست بقیه بفهمن حتی اونجا نوشته شده پس از اینکه تحقیق کامل شد این سفر رو بسوزون این سفر در مورد بیل سافر بود که میسوزونه اینو و صفات که در مورد خودش بودن و همکارشان یعنی فیدرفور رو میسوزونه چون نمیخواد این اطلاعاتو کسی بفهمه برای همین تو انیمیشن وقتی دیپر داشت جورنال سه رو میخوند در مورد این افراد اصلا اطلاعات نداشته استنفورد در مورد خودش تو جورنال نوشته بود در مورد برادرش در مورد همکارش ها. اما وقتی جورنال سه دست دیپر میفته اون صفا نیستن چون قبلا سوزونده شده بودن یا کنده شده بودن اما بعد از اینکه بیل سافر شکست میخوره جورنال ها برمیگردن و صفحاتشون کامله نکته بعدی در مورد این درای عجیب تاپشا جازبند این درو خب خیلی عجیبه و اصلا تو انیمیشن در حرفی حرف زده نشده اما تو جوران اطلاعات کامل در وجود داره این درا در واقع درازه هستن به دنیای دیگه به بود دیگه استنفور پاینز در مورد در نوشته و گفته که یکیش رو تو زیر زمین دیدم و ماشین حساب توش گم کردم و بعدش ادامه میده و میگه که درهای نفرین شده تو آبشار جازبه چیز معمولی هنه احالی آبشار از این در اطلاع دارن اما کسانی که اطلاع ندارن گردشگرای هستن که میان تو شهر استنفور پاینز با اطلاعات که به دست آورده میفهمه که این درها جور دروازه هستن به دنیای دیگه و گردشگرا نمیدونن و واردشون میشن تو جورنال سه نوشته شده هر دری که روش عدد 13 نوشته شده باشه یه دروازه است به دنیای دیگه خب الان سال اینجاست که کدوم دنیا این درازدا افراد به کدوم دنیا میبرن گردشگر رو خب اتفاقی میرن داخلشون و به کدوم دنیا میرن ببینید این جور استرگ به استارال نیروی شیطانی استاری قسمه داره که ما میتونیم گردشگر آبشار جازبه رو اونجا ببینیم این استرگ خیلی بزرگ شده بود و همه میگفتن خب اینا گردشگرن و معلومه که آبشار جازبه یه شهر دیگه است و اونا رفتن تو آبشار و بعد از اون اومدن تو شهر استار و مارکو اینجوری میگن اما اصلا اینطوری نیست این گردشگرها از بود آب شو اومدن تو بود استار به وسیله همین درا به نظر من این گردشگرها یاد گرفتن که چجور از این درا استفاده کنن و میرن تو سرزمین استار رو برمیگردن حتی ممکنه که این درا به بود دیگه باز بشن آقا این دستشوی پورتالی براتون آشنا نیست جای ندیدنش تو انیمیشن آب شو همچین دستشوی هست و ما میبینیم که استنلی میاد بیرون این شاید یه ارتباط داشته باشه حالا چرا اینجا نوشته شده که این دستشوی اسمش دستشوی پورتالیه و میتونه افراد تلپورت کنه و نوشته شده سفر در فضا همچین چیزایی استنفور پاینز از این دستشوی استفاده کرده و خوش تلپورت کرده و میگه موفق بوده اما وسط راه خراب میشه و توی بیابونی تلپورت میشه و برمیگرده با پای پیاده و عصبانی بوده این دستشوی اگه خراب نشده باشه و اوکی بوده باشه استنلی ازش استفاده میتونه بکنه و ممکن که یاد گرفته باشه چجوری باش خودش تلپورت کنه اگه یاد گرفته باشه خب میتونه خیلی سریع خودش رو تلپورت کنه به لاس وگاس یا هر جایی که میخواد بره و این خیلی به میتونه خیلی سر دزدی کنه میتونه بره تفریح و خب خیلی جالبه اما ما تو انیمیشن میبینیم که اون دستش یه جوریه انگار واقعا خراب شده آقا نکته بعدی در مورد کپی های دیپر ما تو انیمیشن دیدیم که بیشتر کپی دیپر نابود شدن و فکر می‌کردیم همشون نابود شدن اما اینطوری نبود وقتی آفشور به تموم شد ما اینجا میتونستیم کپی 3 و 4 رو ببینیم یعنی نابود نشدن و هنوز زندن خب ما تو انیمیشن دیگه اصلا این دوتا کپی رو ندیدیم اما تو جورنال سه داستان نوشته شده که در مورد همین دوتا هستن این دوتا وقتی رفتن و برمیگردن میبینن که دیپر زده همه کپی رو کشته و خیلی میترسن و میرن جوران سه رو میگرن و اونجا داستان مینویسن اون داستان که نوشته شده خود اینا نوشتن این داستان نوشتن ولی وقتی که دیپر اومد سری قایم شدن اما دیپر میتونه صدای اونا رو بشنوه و اونا لو رفتن وقتی دیپر اونا رو دید خوشحال شد اما اونا سری فرار کردن دیپر هم اونجا نوشت فردا بارون میاد یعنی فکر میکنه اونا هم نابود شدن اما اینطوری نیست اونا زنده موندن حتی تو کومک بوک افسانه گم شدن در مورد این دوتا کپی یه استرگ هست با جمله سایفری که انگار دارن نقشه میکشن تا بتونن از دیپر انتقام بگیرن اما انگار نمیتونن انتقام خودشون از دیپر بگیرن چون خبر از ادامه آبشار جاذبه نیست تو نسخه فیزیک جورنال حتی یه پیغام رمزگذاری شده از طرف بلندین اون مسافر زمان هست که داستان خودش رو بس قسمت آخر آبشار جاذبه نوشته و گفته ما در مورد این پیغام یه ای ویدیو ساختیم لینکشون بالا میاد میتونید ببینید نکته بعدی در مورد اینه که چرا آبشار جاذبه اینقدر عجیبه ما تو انیمیشن اصلا جواب درست نگرفتیم و درست توضیح ندادن که چرا اینقدر عجیبه هر چیز عجیبی تو دنیا اونجاست تو جورنال سه استنفورد اومد توضیح داد که آبشار جاذبه مثل یک آهنربا هستن آهنربای عجایب که افراد عجیب سمت خود جذب میکنه از فضایی ها بگیر و موجات عجیب بقیه دنیا ها دروازه های عجیب رئیس جمهور های دیوونه یا آدم مثل من و تو این افراد طرف خودش جذب میکنه حالا مشخص نیست که این شر چی داره که این همه عجایب سمت خود جذب میکنه این شر به وسیله اون چیزا عجیب نمیشه خود شهر عجیبه و یک نیروی داره که نمیذاره بیل از محوطه شهر خارج بشه بیل خب از یک بودی دیگه اومد و میخواست دنیا رو بگیره اما تو آبشا جاذبه گیر افتاد یه جور زندانی بوده حالا سال اینجاست چه نیروی این بیل رو نمیذاره خارج بشه و آیا فقط بیل رو نمیذاره خارج بشه یا بقیه موجودات هم نمیتونن خارج بشن حتی ما میبینیم که عجیب تنه. افراد کره زمین هم تو آبشار جاذبه زندگی میکنن این نشون میده که آبشار جاذبه این افراد عجیب سمت خودش جذب کرده تا بیان و تو اون شهر زندگی کنن همه افراد آبشار جاذبه عجیبن حالا بنو سراغ چند تا جمله سایفری که تو نسخه فیزیکی جورنال 3 هست و بیل سایفر نوشته یه جمله سایفر اینجاست که میخوام بهتون بگم صفحه 14 اینه که از همون صفاتی که استنفورد سوزون اما بعدا درست شد اینجا چند جمله سایفر نوشته شده که اول با رمزگشاییشون کرد و بعد ترجمه ترجمهش این میشه تاریخ تولد 15 جوان روز مرگ زودتر از اون که فکرش کنی این جملات خود بیل سایفر نوشته و داره به استنفورد میگه استنفورد هم که اون زمان این جملات بلد نبوده معنی کنه و مشخص نیست بعد سی سال یاد گرفته یا نه این هم بگم استنفورد با بیل توافق کرده بود که بیل سافر بتونه بدن استنفورد رو کنترل کنه و مشخص هر موقع که کنترل میکرده اینا رو مینوشته جمله بعدی که میخوام بهتون بگم تو صفحه 24 که در مورد چای بی تهه در مورد چای بی با ویدیو بسازم که اونجا توضیح بدم اینجا نمیشه که خیلی توضیح داره و یه چیز خیلی عجیبیه اما این جمله این جمله نوشته بالا داخل دنیای من بالا داخل بود من گفتیم که این جمله ها رو بیل صافه می نوسته اما اینو دیگه چرا نوشته این خیلی عجیبه نوشته بالا اما چای بی سرات به سمت پایینه و میدونیم که اصلا به دنیا بیل صافه راهی نداره شاید به یه عالم دنیا و بود راه داشته باشه اما بیل نه اگه راه داشت خود بیل می میتونست از اونجا بیاد وارد آبشا جازو بشه برون سراغ این جملات سافری که توی یکی از صفحاتی است که سوزونده شد اما بعدا اوکی شده این صفحه در مورد دوست فرازمینی استنفورده که منظورش همون بیل روی درخت ها یه سر جملات سایفر نوشته شده که الان ترجمه شو بهتون میگم چشم های داخل درختها وجود دارن که مثل آب خوردن جاسوسی تو کردن تو انیمیشن هم به این موضوع اشاره شده بود که بیل سایفر استنفورد رو زیر نظر داشته به وسیله همین چشما خب رفقا اینم از این ویدیو که در مورد جورنال 3 و نکات مهمش حرف زدیم به علاوه جملات سایفری نسخه فیزیک جورنال 3 یه عالم نکته داره و جمله سایفری بخواد ما بعدی میسازیم و در مورد همین مزاد حرف میزنیم و جملات سایفر بیشتری رو هم معنی میکنیم خوب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید امیدوارم که از این ویدیو خوش باشه لایک و کامنت فرموش نشه و رفقای تازه با کانال آشنا شدن برای دیدن ویدیوهای حال بعدی روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنن و زنگا رو همه قرار بدن خیلی خیلی ممنون تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار